اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دو تا سه تا آیه میخوایم براتون عرض کنیم. آیه 25 سوره بقره یادتون بمانه. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. بشارت بده به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن، کار ناشایست انجام نمیدهند. و کارهای شایسته انجام دادن بشارت بده که باغهای از بهشت برای آنهاست، که نهرها از زیر درختانش جاری است. هر زمان که میوه از آن به آنان داده می شود می گوین این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود. ولی اینها چقدر از آنها بهتر و عالی تر است. نه همون سیب هست، همون سیب هایی که تو دنیا می دیدون، همون چه ربطی داره بین سیب اینجا و سیب اونجا؟ این یه معناست برای تفسیر این آیه. یا میگن که این معناش این است که من خودم اینو قبلا دنیا درستش کردم. یه دل خوش کردی، خب یه دل خوش کردی، یه گلستون بر خودت درست کردی. بله، بلخصوص دل پدر و مادر اگه آدم خوش کنه میشه یه گلستان مثلا. و میوه هایی که برای آنها آورده می شود همه از نظر خوبی و زیبایی یکسانند. اینا رو کار نداشتیم، این تیکش. و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است و جاودانه در آن خواهند ماند، یعنی در بهشت. این عبارتشه. و لهم فیها ازواج مطهره. و برای آنها و لهم فیها ازواج مطهره. نظیرشو کجا داریم اگر یادتون باشه؟ لایم از سهو انما یرید الله. نظیر اون چیزی که آدم اسم اصلا نمیتونه ببره. در مورد پنج تن گفتن اونجا زن مؤمن از حوری بهشتی بهتره. نه، من یه چیز دیگه میخوام بگم. اگه ازواج آدم در این درجه از تطهیره، خودش میتونه با کثافت از اینجا رفته باشه ببرنش تو بهشت. یه زوجی به این پاکیزگی در میشه نمیشه؟ یا پاک میشی همون جور؟ نمیشه، اصلا نمیشه. اصلا اون زوج نیست، زوج تو نیست، تای تو نیست، چون مطهره. مطهر میشی. البته اونجا یه هر حرفای دیگه هم هست که روزای دیگه رو عرض میکنیم. این در آیه 25 بقره بود. به نظرم اینو خوندیم. زوی یعنی ناس خب و شهوات من النساء و بنین و القناطیر المقنطره. آیه بعدشه قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. از این چیزایی که ما گفتیم اینجا شمردیم، زن، بچه، پول، طلا، خونه، نمیدونم چی، از این بهتر میخوای بهتون خبر بدم؟ للذین اتقوا، کسانی که مواظب رفتار و اعمال خودشون هستن، مواظب زبونش هست، مواظب چشمش هست، مواظب گوشش هست. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. این همون. و ازواج مطهره. و ازواج مطهره برای کسانی که اهل تقوا هستند، خودشان را آلوده نکرده اند، یه بار دروغ نگفته اند. و ازواج مطهره. بعد می فهمن و رضوان من الله هست. اینجا نگفتن اکبر. اکبر رو در سوره به نظرم توبه گفتن. رضوان من الله اکبر اینجاست. اینجا رضوان من الله، رضای خدا هم هست که اصلا باز ربط نداره. ربط نداره نعمت های اونجا، ربط نداره. این حاج محمد حسن اخوان رو که شما یادتون هست نیست،
حاج یادت شما خدا رحمتش کن، عرضم به حضورتون اون ایشون رفت نماز مغرب عشا مسجد استعیذ الله، بین مغرب عشا افتاد یا در حال وضو اینش نمیدونم. اون دوستمون وسط را مغازش بود، گفت اومد یه دقیقه وای ساد از من خداحافظی کرد. بعد اینایی که اینجا دیدن گفتن هی این در دیوارا رو نگاه میکرد، داشت نگاه وداع میکرد. خب بعد بچه‌ها خوابش گفت دیدم توی اتاق نشسته، همطور فرش افتاده رو هم قالیچه کاشی، مثلا قدیما قالیچه کاشی مهم بود اما حالا چیزای دیگه است. چی قالیچه؟ قالیچه فروش داریم، تبریز داریم، تبریز بهتره یا خون بهتره؟ همینطور. بعد گفت اینا نمیتونم بگم گفتنی نیست، نعمت هایی که اینجاست گفتنی نیست، قابل فهم شما ها نیست. این بعد آیه 57 سوره نساء، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، همش همینه. آدم باید عمل درست باشه، عمل درست شما میتونی جوابشو بدی، عمل نادرست آدم ممکنه نتونه جواب بده، مثلا یعنی نمیشه جواب داد. من چه بهانه‌ای دارم که به تو کوچه دارم راه میرم هر نامحرمی رد میشه یه نگاه میکنم، چه جوابی دارم بدم؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات، به زودی اینا رو وارد به باغ‌های می‌کنیم که تجری من تحتها الانهار، زیر درختانش نهرها جاری است، خالدین فیها ابدی هستند، لهم فیها ازواج مطهره، برای اونها در آنجا همتای مطهر است، زوج مطهر است. و ندخلهم ظلا ذلیلا، آنها را در سایه های و آنان را در سایه های گسترده و فرح بخش، سایه فرح بخش است جای میدهیم. چیزای دیگه هم هست حالا انشالله بعد میخونیم.